آقای امینی یار غار محمد حسین مهدویان. مخلصیم. بله، یه کار دیگه فرصت شد با هم انجام دادیم و امیدوارم بازخوردهای خوبی ببینیم. نوشتن فیلمنامه از کی شروع شد؟ این فیلمنامه برمیگرده به سال اواخر سال 98، یعنی دوره که ما روی درخت گردو کار میکردیم با حسین حسنی. این ایده مطرح شد و با همدیگه شروع کردیم کار کردن که همون موقع قرار بود کار کنیم و بسازیم که شرطش فراهم نشد. بعدن دیگه مهدویان رفت سر زخم کاری، ما با حسین حسنی هر از گاهی روی این در واقع ادامه میدادیم تا حالا که دیگه شرط ساختش فراهم شد. قصهش از کجا شکل گرفت و اصلا ایده اولیه‌اش چی بود؟ ببین، ما یکی از کارهایی که میکنیم اینه که در واقع دوستان فیلمنامه نویسی که با همدیگه کار میکنیم، ایده ها و طرحامون رو با همدیگه میخونیم، دربارشون گپ میزنیم. توی یکی از همین نشست‌ها حسین حسنی این ایده رو داشت مطرح کرد، بعدم طرحش رو در واقع نوشته بود و خوندیم یه طرح اولیه رو و به نظرم اومد طرح خوبیه. یعنی طرحی بود که توی چیزایی که داشتیم دربارش حرف میزدیم برای تصمیم گیری چشمگیر بود. در نتیجه تصمیم گرفتیم یه مقدار یه تایمی روش بذاریم، یه وقتی بذاریم کار کنیم ببینیم که چی میشه، چون بعضی ایده‌ها هستن که توی مرحله گسترش یه مقدار اون شوق و ذوقی که در ابتدا به وجود آورده بودن ممکنه که از دست بره یا کم رنگ بشه و یه مدت روش کار کردیم، این اتفاق نیفتاد و خدا رو شکر هرچی بیشتر کار کردیم احساس میکردیم نه، این یه پتانسیلیه که واقعا میشه روش حساب کرد و میشه یه فیلم رو روش بنا کرد که از یه جایی به بعدم قطعی شد و دیگه شروع کردیم به نگارش. خدا رو شکر. از ابتدایی که نوشتن شروع کردین تا فیلمنامه تموم شد، ترکیب بازیگرها رو شما خودتون همین تصور میکردید یا مثلا بین بازیگرها انتخابهای دیگه هم بود یا پیشنهادهای دیگه هم بود؟ ببینید، این جزء معدود فیلمنامه‌هایی بود که ما خیلی درباره ترکیب بازیگرش حرف نمیزدیم، به این علت که چون نزدیک به ساختش نبودیم. فیلمنامه‌های دیگر رو همیشه درباره ترکیب بازیگراش حرف می‌زدیم، از مرحله نوشتن بعداً توی به ساخت که نزدیک می‌شد خب خیلی بیشتر، چون یه دورنمایی برای تولیدش داشتیم. این فیلمنامه چون میگم توی دورانی داشت شکل می‌گرفت که یواش یواش صدای پای کرونا شنیده می‌شد، یه مقداری دورنمای نزدیکی برای تولیدش وجود نداشت. در نتیجه هیچ وقت درباره ترکیب بازیگرا به طور مشخص حرف نزدیم و تصمیمی گرفته نشد تا در واقع به زمان ساختش نزدیک شد که دیگه توی در واقع مرحله پیشتولی دیگه ما نبودیم به عنوان نویسنده و بازیگردانم که خود مهدی زمین پرداز بود، من این بار نبودم در خدمتشون و دیگه در روند پیشتولی در واقع به انتخاب ها رسید. بازنده جز معدود کارهای حسینه که زمینه واقعی نداره یا به قول شما مثل زخم کاری مبتنی بر یک اقتباس از یک منبع دیگر نیست، یه در واقع طرحیه که از اساس و از بنیاد نوشته شده، کاملا تخیلیه. این بار برخلاف کارهای قبلی نه پژوهش داشتیم، نه پژوهش مطالعه کتابخونه ای، نه میدانی، دستمون باز بود، بسیار دستمون باز بود برای اینکه قصه تعریف کنیم. یه چیزی که ما رو محدود میکرد توی پروژه قبلی مسئله واقعیت و تاریخ بود که همیشه ما رو محدود میکرد که اگه چیزی رو تغییر بدیم احساس میکنن یه در واقع نیتهای سیاسی داشتیم، یه نیتهایی داشتیم که تاریخ رو جابجا کنیم. در نتیجه همیشه با یه احتیاطی به اضافه اینکه جنس قصه گوییمون به خاطر در واقع خصلت‌های تاریخی اون کارها یه مقدار جنس قصه گوییمون در واقع محتاطانه بود، سعی می‌کردیم خیلی آب و تاب دراماتیک ندیم. این کاملا در واقع انتخاب ما بود و آگاهانه بود. اینجا یه فرصتی داشتیم که ادای دین کنیم به فیلم‌هایی که دوست داشتیم، قصه‌هایی که دوست داشتیم و کاملا بر اساس تخیل و مبتنی بر الگوهای ژانر پیش بریم. خیلی تجربه دلچسب و لذت بخشی بود. این تشابهی که بین کاراکتر جواد عزتی و آلپاچینو توی فیلم نولان هست، این اتفاقیه یا مثلا شو بخوای الان در لحظه یادم نیست، یعنی چون میگم فیلمنامه رو ما توی مراحل مختلف و توی زمانهای متفاوت روش کار کردیم، یادم نیست که از اونجا گرفتیم یا نه. اگرم ممکنه که گاهی اوقات ناخودآگاه این کارو میکنه، یعنی یه ایده به ذهنمون میرسه فکر میکنم مال خودمونه، ولی شاید یه جای توی اون فیلم در واقع یه بخش از اون فیلم نقش بسته توی ذهن ما. در نتیجه نمیتونم رد کنم و اصلا ایرادی هم درش نمیبینم و خیلی هم اتفاقا برامون دوست داشتنیه که این فیلم مخاطب رو یاد فیلمایی بندازه که ما دوستشون داریم که بیخوابی هم از جمله اوناست.